راهب در سال 1316 در قمصر کاشان دیده به جهان گشود و دوران کودکی خود را در گلستان‌های قمصر گذراند. خانواده راهب مانند بسیاری از اهالی قمصر در کار تولید سنتی گلاب بودند. مجید راهب در نوجوانی به تهران آمد و پس از اخذ دیپلم کسب و کار تولید و توزیع گلاب را از بازاریابی گلاب تولیدی همشهریانش آغاز کرد. مجید راهب با کار و ابتکار خود به تدریج کسب و کار گلاب را توسعه داد، به طوری که امروز بزرگترین و مشهورترین تولید کننده و صادر کننده گلاب ایران در جهان شناخته می شود و در 10 کشور نمایندگی فروش دارد. کارآفرین مهمان این هفته برنامه پایش کسب و کار خود را به تولید محصولات الکترونیک، مواد غذایی و نوشیدنی ها توسعه داد و 10 سال پی در پی به عنوان صادرکننده نمونه ایران معرفی شده است. حاج مجید راهب در کارهای خیر نیز مشارکت دارد و در گسترش آموزش عالی در کاشان سهیم بوده است. من از آقای راهب خیلی سوال دارم، اگه شما هم سوال دارین حتما به 3111 بفرستین، ما حتما تا اونجا که وقت برنامه اجازه بده میپرسیم. آقای راهب خیلی خوش اومدید. متشکرم. من سلام خدمت شما و بینندگان عزیز. خیلی ممنون. آقای راهب، چجوری یه روستازاده میشه سلطان گلاب جهان؟ برای جناب هایدونی این داستان خیلی مفصله. من گلابگیری رو از زمان پدرم شروع کردم و در موقعی که پدر من با وضع سنتی گلاب میگرفت و مخصوصا من هم کار سختی داشتم، پدر من هم فرق بین من و کارگرگیرش نمیذاشت. به همین دلیل موقعی که من گلابگیری سنتی بود، این هیجمه های تر رو زیر دیگه های گلابگیری میذاشتن و اون دودی که میمد چشم اون کارگر رو واقعا ناراحت میکرد. من جلو خودم، من در اون موقع به فکر توسعه این کار رو میکنم، خدا امکان داره، خدا شاده، این قضیه که شاید من ششم ابتدایی و اول متوسطه این کار رو میکنم. از این جهت من تصمیم گرفتم در این رشته کاری بکنم. کار من این بود که اولا بازاریابی شروع کردم. من تمام روزها که مدرسه میرفتم، شبها هم دنبال بازاریابی میرفتم و کم کم پدرم تشریف را احساس میکردم دارم موفق میشم. دارم جاهایی که مثلا پدر من نمیتونست مارکتینگ کنه، بازار رو بگیره، من میرفتم و همیشه خود من این شانس رو به من داده بود که دوستان خیلی زود با من آشنا میشدن، زود گرایش به خرید از من پیدا میکردن. آیا شانس آوردین یا خودتون شانس رو ساختین؟ نه، تلاش کردین. میشه گفت که من خودم شانس رو ساختم، ولی نمیشه گفت که موقعیت های خیلی خوبی به هم به من کمک میکنه. آخه ببینید، خیلی وقتا صحبت میشه، میگن که مثلا خب نیوتن دیدین سیبه افتاد، بعد جاذبه رو کشف کرد. خب قبل از نیوتن هم میلیون ها آدم افتادن سیب رو دیده بودن، ولی هیچ کس بهش توجه نکرده بود. امثال آقای راهب هم تو قمصر کاشان قبل از ایشون خیلی زیاد بودن، هنوز هم هستن، ولی چرا هیچ کدوم آقای راهب نشدن؟ ما دنبال اینیم. ببینید، من موقعی که دبیرستان رو تموم کردم، اولا من توضیح بدم که من حتی اون موقعی که کلاس 10 و 11 بودم، شبهای شعری دوستانم داشت، این خانواده من میگفتم ببخشید من از اینا برم کنم دلار کجا پیدا میشه. این علاقه رو من هنوز دوستانم برای من تکرار میکنم. من در دوران دبیرستان قربان جز افتخارات من، من تو دبیرستان بوفه تشکیل دادم، کتابخونه بوفه دبیرستان رو من تشکیل دادم. من روزانه، شاید همکاران و دوستان دانشجویی با من بودن میدونن، در اون موقع بالای روزی 1000 تومان درآمد داشتم در دبیرستان، به طوری که اگه راستش بخواید این اعتراف رو من سال ششم ریاضی میخواستم رد بشم، نمیخواستم برم از دبیرستان یه سال دیگه بمونیم، یه سال دیگه بمونیم پول جمع کنم. من تا استادان و معلمین خب هم لطفشن هم ورقای منو میذارن، میشه ما رو قبول کردن که ما از دبیرستان فارغ التحصیل شدیم و بعد هم به خدمت نظام رفتیم. در خدمت نظام هم من خیلی آمادگی به جز ما کسی هم تو دنیا گلاب تولید میکنه آیه راهه؟ ببینید، من همین موقعی که از بعد از سربازیم به آلمان رفتم، البته از اونجا تصمیم داشتم گلاب رو تغییر کنم. یک سفری که من به کویت اومدم،
از طریق عراق اومدن به کویت. مثلا حتی گلاب هایی که ما در ایران داریم اینا اینجاست، ما آدرسش نمی‌دونیم. ما هم در اون حد نبودیم که بفهمیم گلاب ها از کجا میاد. گلاب ایران بود ولی اون استفاده می‌کرد. اینا گلاب ایران بود. اما رقیبای اصلی ما قبرس بود، یونان بود، لبنان بود، سوریه بود و بلژیک. تولید می‌کردن. تولید که نه طبیعی، نه سنتتیک. آها. الان می‌دونی یکی از قطب‌های مهم تولید گل و صنعت گلاب و به خصوص اسانس بلغارستان و ترکیه است که اینها مهم بود. ولی الحمدلله ما الان شروع شدیم. بنابراین ما گلاب رو توسعه دادیم دوستان و رقبای خودمون رو و خصوص رقبایمون رو. آخه دوستانم کج میکنم، ما در شیراز هم صادرات گلاب به اون منطقه خلیج فارس. گلاب خارجی هم تو ایران هست؟ نه، من تصور نمیکنم. یعنی هرچی از ایرانیه؟ هرچی از ایرانی. فکر میکنین اگه بخوام بیان تو بازار ما میتونن با گلاب ما رقابت کنن خارجی ها؟ نه. تو بازارهای بیرون چجوری با شما رقابت میکنن؟ شما الان راحت میفروشین اونور؟ چون من یادم شما چند بار صادر کننده نمونه شدیم. من 8 مرتبه صادر کننده نمونه کشوری شدم، 12 مرتبه صادر کننده استان. واحدهای دیگه رو نمیگه واحد، من علاقه عجیبی به صادرات دارم. گلاب ما الان اصلا شهرت گلاب ایرانی در دنیا الان گلاب ایرانی یا گلاب آقای راهب؟ خب به نام گلاب ایران ربیع، به نام گلاب ربیع. البته در تمام دنیا، در ما باور کنیم تا ماه رمضان تمام گلابمون پیش فروش شده و کانتینرها رزرو شده. البته مشکلاتی در هم داریم ولی گلاب. آقای راهب اگه پدر شما تو کار گل و گلاب نبودن شما تو این شغل میومدین؟ مثلا فرض کنیم پدرتون نجار بودن، آهنگر بودن، چه میدونم یه شغل دیگه داشتن، فکر میکردین اون موقع شما چه کار میکنن؟ اینو نمیتونم بگم چون واقعا، ولی میتونم... ولی میتونین بگین که اگه هر کدومش بود شما امروز توش یه تولید کننده و صادر کننده نمونه اومد. من اضافه میکنم اینجا بفهم شما میخوام راجع به اون جوهر صحبت کنم. من گلاب چیزی نبوده که با یک شیشه نمیدونم فرض بفرمایید 75 دلار من در سال 15 میلیون دلار صادرات داشته باشم. من کوچکترین کالا رو انتخاب کردم. اگر من در هر کالایی دیگه بودم قول به تو میدادم هزار برابری رشد. البته من این رو قبول دارم و خودم دیدم گلاب رو من ساختم، توسعه دادم، بالاش بردم و یکی از آرزوها همیشه دعا میکنم چه سر نماز چه بعدا که خدای منو موفق کردی. من خیلی خوشحالم. من میخوام راجع به اون جوهری صحبت کنیم که این جوهر رو شما به هر چی بزنی اون آرزوی کیمیایی رو در واقع برآورده میکنه. ما همیشه دنبال کیمیاگری بودیم که مثلا چه میدونم یه ماده ای تولید کنیم، این ماده رو بزنیم به خاک، این خاک مثلا بشه طلا. این جوهره تو وجود آدمهاییه که اینو به هر شغلی بزنن اون شغل طلا که چرس کنم ده ها برابر طلا ارزش افزوده ایجاد میکنه. بخوایم راجع به اون کیمیای واقعی صحبت کنیم. این مسئله خیلی برای من اهمیت داشته و چند مطلب در این هست. من هر کاری میکردم این میشدم، ولی گلاب مال وطنه بود و اون محلی که من متولد شدم. من فکر کردم در این کار میتونم این کار جالبی بزرگ انجام بدم، به همین دلیل دنبالی هست. اما فاکتورهای دیگری وجود داشت، صحت، پشت کار. من هنوز مارکتینگ به خودم میکنم. من یک ماهی دو دفعه تو بازار کویت، تو بازار سعودی، تو بازار دبی، تو بازار خودم شخصا بود. چرا اومده؟ من صبح ها که میشه ببخشید شاید از نظر بیزینس این یک کار درست شما میشه، صبح به صبح در دبی که هستم تمام ایستگاه ها و کشتی ها و متولدش ها که میبینم چه گلابی اومده به کی رفته. لذت من در فروشگاه های کویت اینی که اینجا گلاب هست، چرا گلابی خارجی هست، چرا گلابی نیست. قولم به شما میدم آیون و وزرهای کتش برن در دبی، آقایون که میرن داره حالا مارکتینگ بازم میبینن که محصولات ما در تمام خدا یه گزارش دیگه در مورد شما ببینیم. تشم. روزی چند ساعت کار میکنین آقای؟ والا روزی 18 ساعت 18 ساعت چند ساله داریم روزی 18 ساعت 74 ساله 74 آقای راهد که من
فکر کنم در شبانه روز بیش از 4-5 ساعت استراحت نداشته باشم. من کارتون اینجا دیگه جمع کردم. تقریبا. ببینید اون کارتون سازیه. این سردخونه است کنسانترام جوری کرد. این مخازن زیر همه مخازن آب که با آب تا اون بالا آب از اون بالا تا اینجا خیلی. یکی از نکاتی که من خیلی در وجود آقای راهب مشاهده کردم بیانات شخص رهبری هستن که شروع سال با وجود کلام ایشون بود اهتمامی که در جلسه شورای مدیران داشتن برای امر تولید ملی و حمایت از سرمایه ایرانی که گفته مقام معظم رهبری بودن حتما در این گروه به صورت جدی پیاده سازی بشه تا این مقوله خود شخص آقای راهب یک قدم مثبتی رو داشته باشه. اینم که مناسب گلوارون دوکن ماشین گله که الان میره گلا دیگه حالا امروز شروع شده گلا اونجا وز میشه دوباره یه بار اینجا میره وز اینا وز کرده اینا اونجا حالا دوباره اینجا وز میره این گله کیه؟ این گل سفیده، این گل دیر شیدن، این گل امروز نیست، این گل دیروزه، این گل گل دیروزه، این درست نیست، شما گفته بودم، کی تبیه گرفته رو؟ آقای چی کجاست آقای؟ خدی اون بره، بقیش بیر دیگه بیر، بمت شد، شده دوباره تو گونی گذاشتن، گونی که نداشتن، آقا بگو ما تو گونی نمیگیریم، تبیه تو چیزه باشه، بده شفاف باشه. خانم راهب شما از اول هم اینقدر پول داشتین و اینقدر موفق بودین؟ اصلا البته من خانوادم هم خانواده خیلی خوبی بوده آقای راهبم همینطور الحمدلله از اول در رفاه و آسایش بودیم ولی پول داشتن مسئله نیست مسئله اینه که آدم چقدر میتونه کار مفید انجام بده تو اجتماع این مهمه ممکنه میلیاردها پولم داشته باشی ولی خیرت به کسی نرسه ولی کاری که آقای راهب میکنه باعث میشه که عده خیلی زیادی مشغول به کار هستن زندگیاشون میچرخه راضی هستن جوونا همه سر کارن و اینا خیلی با ارزشه. دوست دارم اینو جوونای ما بدونن پیگیری شخص آقای راهب بوده که گروه صنعتی راهب با این عظمت در ایران و در نقاط مختلف جهان به صورت یک گروه صنعتی بزرگ در حال فعالیت هستن. این نکته بسیار برای من جالب بود که استارت این کار با یک دیگه گلابگیری در این منطقه شروع شده و بعد از گذشت چند دهه شما این ثمره رو می‌بینید. من خدا از خودم خجالت کشیدم شما واقعا روزی 16-17 ساعت کار میکنی؟ باشه شما چند سالتونه آقای راهب؟ من الان 74 سالم 16-17 ساعت کار میکنی؟ کارمو دوست دارم آده. من البته متأسفانه عادتی کردم زیاد به سیستم کاریم اعتماد زیاد کامل ندم. حالا شما این گوله رو همین که دیدین فهمیدین این مال روز قبل بوده مال امروز نبوده؟ البته منظور این بود که این گل آفتاب دیده یا دیر چینده شده یا مال دیروز بوده ما برست. مشکل گلچینی داریم. خیلی خب آقای اسفندیاری از نظرات بینندگان بگیم. البته پیامک های غیر مرتبطی هم خیلی به برنامه میاد که من بعضیاش حالا سعی میکنم یه اشاره‌ای هم بکنم. مثلا گفتن که درباره علل رشد اقتصادی چین و اینکه چینی‌ها چرا کالاهاشون انقدر میتونه تمام دنیا رو بگیره یه گزارش دهیه. بله موضوع خوبیه ما اصلا میتونیم رجوع به این یه برنامه بذاریم. حتی یه بیننده به آقای راهب از این تحصیل بگید خطاب به آقای راهب گفتم به آقای راهب بگید گلاب چینی هم اومده 0913-3874 و پیامک هایی که با موضوعات دیگه اومده مثلا گفتن که کشاورز هستن روستای خاتونک قناتشون خوش شده سوختشون 10 برابر شده کود و سم چند برابر شده و اینکه گندم ولی قیمتش خیلی زیاد گرون نشده 0917-6297 یا درباره کود شیمیایی خیلی از کشاورزا فرستادن گفتن کیسه 37,000 تومان شده و خواهش کردن که نمایندگان مجلس یا مقامات دولتی به این موضوع توجه بکنن 0917-5983 اینو فرستادن از یه شهر دیگه فرستادن 40,000 تومان یکی 37,000 تومان گفته بود و از آقای راهب چیزی نپرسیدن از آقای راهب چرا بریم سر سوالاتی که از آقای راهب پرسیدن گفتن که آقای راهب اگه پول نداریم و پارتی هم نداریم سر چه کاری بریم 0938-8478
والا من نمیدونم اونا کی پولن، در کجان، در روستان، در شهرن، در کجان، هر جا. آخه خیلی مده دیگه میگن مثلا بله. یا پول میخواد یا پارتی یا جفتش، وگرنه هیچ کس نمیتونه کارآفرین بشه. شما این حرفا قبول این رو من قبول ندارم. البته شرایط من هم زمان من با این زمان کاملا متفاوته، اما من زمانی که شروع کردم من پول داشتم، من راحت بتوگم با دو تا دیگ گلاب سنتی که تمام مجموعه پکیج و بسته‌بندی من به 10,000 تومان نمیرسید. الان یعنی میفرمایید شما نمیشه که با سرمایه کم یا با کارهای کوچیک شروع کرد کارآفرین شد؟ چرا میشه؟ البته حمایت های دولت بایستی باشه، باید تنهایی خیلی مشکلی برسه. اگه نباشه چی؟ اگه نباشه اصلا یعنی هیچ امکانی وجود نداره؟ چون این سوالم پرسیدن، گفتن که پیشرفت شما به خاطر این بوده که ازتون حمایت شده، دولت ازتون حمایت کرده. 0936-96-17. ببینید من اصلا این قبول ندارم، چون این تشکیلات ما مال قبل از انقلاب شروع شد، در این انقلاب هم سرعت بیشتری بخشید با صنعتی بودن من تقریبا از بعد از انقلاب شروع شده، ولی هیچ حمایتی که قبل از انقلاب از ما نشده و باید الانم بگم منای جهت هایی که در توسعه صادرات، خدمات توسعه صادرات، من نمیدونم نمایشگاه، چون من خودم واقعا یک نمایشگاه باشم. خدمات از خدماتی که به صادرکننده های چینی و اروپایی و اینها داده میشه بیشتره الان اصلا ایران. خیلی کمتر و اصلا قابل مقایسه نیست. بنابراین کمکی به من نشده. من اینکه میگم 16 ساعت کار میکنم، من خانواده‌ام میدونن من صبح به مرسی که فرصت 10 دقیقه تو دبی یا تو کویت یا تو کشوری بیادم دائم دنبال مارکت. حالا شما که الان به اندازه کافی پول دارین چرا تعطیل نمی‌کنین برین دنیا رو بگردین؟ اولا مسئله پول نیست، اینکه شما واسه نه واقعا نیست، ولی انگیزه پول من هیچ وقت حساب نمی‌کردم و هیچ وقت هم ندارم. و من الان نگرانم اینه که این تشکیلات برای 2000 سال دیگه، برای 100 سال دیگه، برای 500 سال دیگه نسل بمونه. شما غافلید آقای هیلری که الان اسانس گل سر روزن اول و خود گلاب چه بازارده. من نه سال گذشته تونستم سفارشام بدم، خیلی مهمه. من امسال جواب روزن بلغار و ترکیه که خودشون تولید کننده اسانسن ما سفارش میگیرن. یعنی حتی توی شرایطی که خیلی از کارخونه ها یا کارگاه ها ممکنه که مشتری نداشته باشن یا بازار نداشته باشن، شما مشکلی اینو دارید که به مشتریاتون نمیتونید جنس برسونید. من افتخار دارم که سطح کشت گل در کاشان 50 تا 100 تن بود، الان در منطقه قمصر و نیاسر و اینا رسیده به تقریبا حدود 5,000 تن در هکتار. بله در سال، در فصل. و این سرایت کرده به تمام استان‌های ایران، به میمند، به داراب. البته میمند و داراب گلدار از قدیم بودن، ولی گلابشون نمیدونشن چی کار کنن، به جای مصرف نمیشد. به مشهد، به کرمان که از خودپای بزرگ تهیه گل شه، با آذربایجان ما گلهای اینا رو با اینا قرارداد داریم، یا با اکثر این شهرستونا قرارداد گلشون تحویل میگیریم، یا اینکه کارخونه کمک شو کردیم و واحد تولیدی ایجاد کردیم. خب حالا الانم من به آیون سفارش میکنم تو اعلامیه شرکت ایران گلاب ما داشتیم که هر کشاورزی، هر گلکاری که بخواد راهنمایی ارشاد بشه ما آمادگی داریم. حالا از خیلی از کسایی که دارن برنامه ما رو میبینن، ممکنه کسانی باشن، جوانهایی باشن که الان جایی کار نمیکنن، مشغول کار نیستن، واقعا امروز نمیشه شروع کرد مثلا مثل 50-60 سال پیش که شما شروع کردین. خب اون شاید به خود واقعیتش که مشکله، چون این بچه هایی هستم منم نمیتونم بگم یه دایی، ولی اون شرایط من نمیگم دارن تو کار گل و گلابا، هر کس تو هر بستری هر ایده‌ای که داره، مثلا بحثم گل و گلاب نیست، بالاخره یکی علاقه به یه زمینه شغلی داره، تولید کشاورزی، صنعتی، خدمات، واقعا اگه بخواد شروع کنه نمیتونه. خیلی وقت به جوونا میگی میگن گذشت اون گذشته ها، الانم ما جوونایی داریم که روش کردن متاب باعثی اینها همزمان با به اصطلاح ساعت کار شوفه شو جوانی که بخواد 10 از در خونه بیاد طبعا موفق نمیشه. درست. اگر ساعت 7 یا ساعتش بلند شه برسه کارش و در فکر و ایده ای داشته باشه و معتقد باشه مسلم ما شما آقای دکتر الان فکر نکنید که ما یک واحد آب میوه داریم در چهار، ما واحد تولید پت داریم، ما واحد تولیدی، ما 4 تا کارخونه آب در دنیا، ما کریستال در شما داریم، کریستال در دبی داریم، کریستال در کویت داریم. میشه ما اینا رو همه رو همین الان با سرمایه خیلی پایین شروع کردیم.
من این اعتقاد رو ندارم که کسی نمیتونه کارو. خب همین از شما خواستن آیه رای مثلا گفتن که تجربیات خودشونو در اختیار جوان ها میذارن 0914-90-22 شما الان اگه سری جوان باشن که میخوان بیان ببینن برای کار کاسبی چه تجربه های شما دارید، شما اینا رو در اختیارشون میذارید؟ ما همین من قرارش میکردم در هفته گذشته شما انشالله این صنعت توریست رو واقعا بهش توجه کن. شاید 15 کیلومتر از کاشان به نیاسر که کارخونه ما هست، نه به خاطر ما فقط، از کاشان به قمصد 4 ردیف اتوبان ماشین بند بود برای دیدن مناظر بود. ما در خدمت شدیم از واحد ما بازدید کنن از اطلاعات ما شو خواهش میکنیم، به خصوص اونایی که در این رشته گل و گیاه. نه نه اصلا خارج از گل و گیاه. بله. فرض بکنید بله. کسی برای بله. کسب و کار میخواد بدونه که شما چجوری یه محصول سنتی رو اومدید جهانی کردید، بازارهای بین المللی براش پیدا کردید، شما تجربتون رو در اختیارشون میذارید؟ بارها کردیم و در خدمت شدیم. چطوری میتونم به شما دسترسی پیدا کنم؟ وقت برنامه تمام آقای اسفندی میکنم. آقای راهب خیلی ممنونم، متشکرم. خیلی متشکرم، ببخشید میکنم. نه جدا ما که از دیدن جناب علی لذت میبریم، از اینکه بعد از 74 سال سن ان شاءالله که بالای 100 سال عمر کنید و سلامت، روزی هم 17 ساعت کار یه ذره به غیرت ما بر بخوره، ما هم بندازه شما کار بکنیم. خب بینندگان عزیز، ما در ثانیه های پایانی برنامه هستیم. همونطور که من عرض کردم، ما ان شاءالله پنجشنبه 6 عصر در میدان امام حسین هستیم تا از مشکلات تولید، کسب و کار، فرهنگ مصرف کالای ملی و در مورد شعار امسال صحبت بکنیم. خواهش میکنم برای ما عکس، فیلم، پیشنهاد سوژه و هر مطلبی که فکر میکنید در برنامه باید طرح کنیم بفرستین. نمیدونم نظرسنجی رو وقت داریم ببینیم آخرین بار یا متاسفانه دیگه فرصت نیست. با شما بینندگان عزیز خداحافظی میکنیم، به شما شب بخیر میگیم تا یک شنبه هفته آینده. خداحافظ.